به دست زوار معبد نقشه پیچیده‌ای طراحی کرده بودند. پس در آستانه عید فصح بود که عیسی و شاگردان او به معبد سلیمان وارد شدند. ای عیسی، مگر اون چرا که پیش از این در حضور عالی جاه قیافا و حکمران رومی و هیرودوس پادشاه بهش اقرار کردی از یاد بردی؟ نه، از یاد نبردم. مگر تو صراحتاً به ما نگفته بودی که من نه پسر خدا هستم، نه خدا هستم و نه اون آخرین پیامبر موعود؟ فراموش نکردم. در این صورت بگو از آمدنت به هیکل در آستانه عید فصح، اون هم با این جماعت انبوه مردم کوچه و بازار، چه منظوری داری؟ ای عیسی، کهانت مقدس در طی این قرنها به ما این گونه آموخته که آخرین فرستاده منجی، پیغمبر آخر الزمان، از نوادگان جد اعلای این امت یعنی اسحاق. حالا مایلیم که شرح این نکته رو از زبان تو بشنویم. شاید آن چرا که در پی آن هستید و طمع شنیدن آن را از زبان من دارید دروغی بیش نباشد. حالا که تو و یارانت خوب میدانید که من اهل دروغ نیستم. یعنی به گمان تو ما خادمان شریعت موسی تا بدین حد از شنیدن یک سخن راست گریزانیم؟ آری، چون اگر به شما دروغ میگفتم، تو ای کاهن اعظم و شما ای فریسیان و کاهنان با تمامی بنی اسرائیل منو پرستش میکردید. ولی از اونجا که من جز سخن حق با شما کلامی نمیگویم، همگی شما به دشمنی با من کمر همت بسته اید. مرا بکشید. این یک افتراء بیشرمانه است. مردم، شما شاهد باشید که در روز روشن در خانه خدا چگونه به کهانت مقدس افترا میبندند. شاهد باشید. حالا دیگه برای ساده‌لوح‌ترین افراد این امتم واضح شد که در پشت این چهره مقدس نما و ظاهر الصلاح تو، شیطان پرید پنهان شده. بله، و این همون شیطانه که تو را اونقدر گستاخ کرده که در برابر مشایخ سنهدرین و این زبار هیکل مقدس این گونه به این کاهن پاکباز دین خدا جسارت میکنی. ای جماعت کاهنان و شما ای فریسیان، هرگاه من مرتکب گناهی شده بودم، چرا به جای این که مرا مانند بیگانه شریری دشمن بدارید نصیحتم نکردید؟ اگر من مرتکب گناهی شدم، نکوهشم کنید. نکوهشی برادرانه، تا خداوند شما را دوست بدارد. اما مادامی که شما با من خصومت می‌ورزید و قادر به اثبات گناهی برای سرزنشم نیستید، همین دلیل آن است که شما آنگونه که خود را می‌خوانید فرزندان ابراهیم خلیل نیستید. او تا آنجا خدا دوست داشت که تنها به درهم شکستن بت‌های باطل نمرودیان و کنار گیری از خاندانش اکتفا نکرد، بلکه میخواست نخستین فرزند خود را نیز برای اطاعت از امر خداوند قربانی کند. ما بزرگان سنهدرین همین یک سؤال رو از تو داریم.
در صدد کشتن تو هم نیستیم. به ما بگو کدام یک از دو پسر ابراهیم منظور توست؟ اسحاق جد اعلای ما یا اسماعیل جد اعراب؟ خدایا گواه باش که این غیرت شریف توست که مرا آتش میزند، آنگونه که نمیتوانم از گفتن سخن حق خاموش بمانم. به شما میگویم آن فرزند همان اسماعیل بود که آخرین بر موعود باید از دودمان او به این جهان بیاید. و بدانید ای بنی اسرائیل، من فرستاده پروردگار به سوی شما هستم، تصدیق کننده تورات و بشارت دهنده به آمدن پیامبر موعود که نامش احمد است. جماعت به هیجان آمده از فتنه شیطانی کاهنان در سنگباران فرزند مریم پاک از یکدیگر سبقت می‌جستند، اما به یمن مکر الهی عیسی و حواریون او به سلامت از میان جمعیت کینه‌توز خارج شدند. لیکن هر یک از فتنه زدگان گمان می‌برد فردی را که آماج سنگباران خود قرار داده کسی نیست مگر عیسی ناصری.